ویدیو مخصوص اوناییه که پلک کوتاه یا حتی افتاده‌ای دارن و نمیدونن که چه جوری سایه بزنن. درسته که من چشام اون مشخصاتو نداره، ولی جوری بهتون یاد میدم که راحت یاد بگیرید. واسه آسون کردن کار من روی این چشمم نبایدها رو نشونتون میدم که همه اینا تک به تک باعث میشن که اون افتادگی یا کوچیکی پلکتون بیشتر به چشم بیاد، و روی این چشمم تمام بایدها رو نشونتون میدم که همه اینا باز باعث میشن که اون افتادگی یا کوچیکی پلکتون کمتر دیده بشه و حتی چشمتون یکم بازتر و بزرگتر نشون داده بشه. اولین اشتباه اینه که شما پرایمر نمیزنید، پرایمر مخصوص چشم، و شروع میکنید کانسیلر زدن یا حتی اون کانسیلر رو بیک نمیکنید. اگر شما پلک افتاده‌ای دارید حتما باید پرایمر چشم بزنید که قشنگ اون چین و چروک پلکتون رو بپوشونه و پلکتون رو یک دست کنه، و وقتی که شما کانسیلر میزنید حتما باید بیکش بکنید که باز اون کانسیلر نره توی اون چین و چروکا بشینه و خط ایجاد کنه. اشتباه دوم، اگه قرار ابروتون رو پر کنید یا ابرو بکشید، میایید به سمت پایین ابرو میکشید، یعنی دوم ابروتون رو میارید به سمت پایین. اگر قرار دوم ابروتون رو پر کنید باید به سمت موهاتون هدایتش کنید، یعنی به سمت بالا. سعی کنید دوم ابرو کلن کوتاه باشه و به سمت بالا بره، به سمت پایین نیاد. ببینید اینجوری. الان خودتون ببینید که این فضای چشممو بیشتر کرده و چشممو لیفت داده به سمت بالا، ولی این انگار که فضای چشممو کوچیک‌تر کرده و چشمم افتاده‌تر داره به نظر میاد. حالا بریم سراغ سایه زدن. چیزی که سایه زدن رو واسه شما یکم متفاوت میکنه اینه که ببینید این خط کریس منه و دقیقاً بالای این خط استخون ابروی منه. ولی برای شما اگر این استخون ابروتونه، زیرش دقیقاً خط کریستون نیست و خط کریستون پایین‌تر داره خودشو نشون میده، و این فاصله بین خط کریس ایجاد شده و استخون ابروتون، یعنی این فاصله، یا رفته توی افتادگی پلکتون قایم شده، یا اینکه اون بالای خط کریس ایجاد شده داره خودشو نشون میده. و کاری که ما میکنیم اینه که با سایه میایم خط کریس رو میبریم دقیقاً زیر استخون ابرو، یعنی میبریمش بالاتر که چشممون رو بازتر کنیم و پلک رو بزرگتر نشون بدیم. حالا واسه سایه زدن من میام از یه رنگ گرم شروع میکنم، مثل رنگ امبر از پالت سایه هدا بیوتی دزرت داسک، مثل این. قبل از اینکه سایه بزنم ببینید که کانسیلر رفته توی تک تک این خطای پلکم و جمع شده و خب ظاهر قشنگی ایجاد نکرده. حالا واسه سایه زدن اشتباهی که میکنید اینه که این رنگ گرم رو مثلا میخواین روی استخون ابروتون بزنید، میایید میذارید و تا گوشه داخلی چشمتون میارید پایین و اینو اینجوری بلند میکنید. این اشتباهه و باعث افتادگی بیشتر چشم میشه، چشمتون رو افتاده تر نشون میده. کاری که شما باید انجام بدید اینه که اینو روی استخون ابروتون بذارید یکم هم بالاتر و تا وسط بیارید و زیاد سمت گوشه داخلی چشمتون نبرید، و وقتی که آخراش خواستید فقط فیدش کنید مستقیم بیاریدش سمت گوشه داخلی چشمتون، یعنی به سمت پایین نبرید مثل این، که اینجوری چشمتون رو کوچیکتر و جمع‌تر نشون میده، ولی این باعث میشه چشمتون بازتر خودشو نشون بده. ببینید من رنگو اینجا کار گذاشتم و بلندش کردم و زمانی که فقط خواستم فیدش کنم اینجوری میارم مستقیم سمت گوشه داخلی چشمم، ولی به سمت پایین نمیبرم. همین الان هم شما قشنگ میتونید تفاوت رو ببینید که اینجا گوشه داخلی چشمم چقدر بازتر فضاش، ولی اینجا چقدر بسته تره، کوچیکتر داره چشمم رو نشون میده. حالا میرم سراغ یه رنگ قهوه‌ای سوخته و من از رنگ عود استفاده میکنم. اگر از همین پلت استفاده میکنید، اشتباهی که شما میکنید اینه که این رنگ رو دقیقاً روی خط کریس ایجاد شده تون میزنید و دوباره تا گوشه داخلی چشمتون پایین میاریدش، و وقتی که شما چشمتون رو باز میکنید دیگه خبری از اون رنگ تیره نیست این قسمت چشمتون، ولی این قسمت چشمتون رو افتاده تر داره نشون میده. به جاش از رنگ تیره کمتر استفاده کنید و اونو بالاتر از خط کریس ایجاد شده دقیقاً زیر استخون ابروتون دست بذارید و دقیقاً زیر استخون ابروتون بزنید از گوشه خارجی چشم،
و آروم بیاریدش تا وسط و سمت گوشه داخلی چشم نبرید. وقتی خواستم دوباره فیدش کنم مستقیم میارمش جلو. پایین نمیبرم. یکم هم از همین رنگ گوشه خارجی چشمم قسمت دیفینیشن استفاده میکنم که به چشمم مدل بدم. اشتباه بعدی اینه که این رنگ تیره رو تا وسطای پلکم میارم کار میکنم و چشمم رو با رنگ تیره هی کوچیکتر نشون میدم. حالا از یه رنگ شایندار روشن استفاده میکنم و اشتباهی که میکنم دوباره این رنگ رو دقیقا تا جایی ادامه میدم که خط کریس ایجاد شدم هست. اینو ببرید بالاتر از خط کریس ایجاد شده و جایی که خودتون خط کریس رو تعریف کردید. حالا واسه خط چشم زدن کاری که میکنید اینه که آینه رو میگیرید پایین و خط چشم کلوف میکشید اونجور که میخواید. توی این مدل خط چشم کشیدن دو تا اشتباه وجود داره. اولیش این که از گوشه داخلی چشمتون خط چشم میکشید و خط چشم رو کلوف میکشید که وقتی چشمتون رو باز میکنید میبینید فضای پلک رو گرفته و چشمتون رو داره کوچیک نشون میده. و دومیش اینه که آینه رو پایین میگیرید و دومو میکشید. زمانی که چشمتون رو باز میکنید ممکنه این دوم بره توی اون تورفتگی پلک و خودش رو دیفورمه نشون بده. کاری که شما باید بکنید اینه که از جایی که مژه‌هاتون بلند شده، یعنی از این قسمت‌ها، یه خط چشم خیلی باریک بکشید و زمانی که میخواین دوم بکشید آینه رو روبرو بذارید و دوم رو با توجه به تورفتگی و خط کریستون به سمت بالا خیلی کوچیک بکشید که اون حالت دیفورمه رو پیدا نکنه. بعد از این میریم واسه کانسیلر. این مدل کانسیلر زدن گونه‌تون رو گردتر نشون میده که اگر گونه توپوری دارید بهتره اینو انجام ندید، ولی اگر گونه‌تون لاغره میتونید انجامش بدید. به جاش بیاید این گوشه رو بزنید کانسیلر و بعد این قسمت دقیقا زیر خط چشمتون یه خط تیز بکشید به سمت بالا و اینجور کانسیلرتون رو بلند کنید. این مدل چشمتون رو لیفت میکنه و حالت سایتون رو تمیزتر و تیزتر نشون میده. یه نکته دیگه که هست اینه که همینجوری سایتون رو بل میکنید، در صورتی که اگر این گوشه داخلی چشمتون یکم هایلایتر یا سایه شایندار روشن بزنید چشمتون رو بازتر میکنه و پلکتون رو بزرگتر نشون میده. اینو بکشید تا وسطای پلکتون از پایین بیارید. اینو در صورتی انجام بدین این قسمت رو که افتادگی چشم ندارید، نه افتادگی پلکا، افتادگی چشم. کسایی هستن که چشمشون به سمت پایین این قسمت، این کار رو نباید بکنن. و یه اشتباه دیگه که میکنید اینه که این قسمت استخون ابرو رو کامل هایلایتر میزنید، این بالا دقیقا زیر ابرو. این کار باعث میشه این استخون ابرو خودشو بیشتر نشون بده و تورفتگی چشم بیشتر به چشم بیاد. خیلی باریک دقیقا زیر جایی که ابروتون تموم شده یکم هایلایتر بزنید، خیلی باریک. حالا دوباره از همون رنگ قهوه‌ای سوخته استفاده میکنم و از زیر چشممو کامل سایه میزنم. گوشه خارجی چشمتون زیرشو یکم سایه تیره بزنید، فقط در حدی که به چشمتون حالت بده و تا وسط ها بیاریدش آروم، تا وسط محوش کنید. از وسط به این طرف باید هایلایتر باشه. و یه اشتباه دیگه اینه که توی چشمتونم کامل مشکی میکنید. بهتره شما فقط قسمت بالایی توی چشمتون رو خط چشم مشکی بکشید و پایین رنگ روشن مثل رنگ نود، رنگ سفید استفاده کنید. حالا من میرم ریمل میزنم و میام، به خاطر که توی ریمل زدن نکته نیست که بخواید اشتباه کنید یا نکنید. آخرین نکته هم واسه کسایی که میخوان موج مصنوعی بذارن. بهترین مدل موج مصنوعی که به شما میاد اینایه که اینجوری بلندی موج وسط بیشتره و کلا این دو طرف کوتاه‌تره. اینا چشماتون رو بازتر و گردتر نشون میده، ولی از مدلای دیگه هم میتونید با یه سری ترفند توی سایه زدنتون استفاده کنید. اینا همه نکته‌هایی بود که واسه سایه زدن این مدل چشم خیلی کمکتون میکنه و واقعا مهمن. پس حتما این ویدیو رو سیو کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. مرسی از وقتی که گذاشتین و این ویدیو رو دیدید و تا یه ویدیو دیگه خدافظ.